سلام، اینجا پیش گوش پلاسه. ما الان میخوایم یه آهنگ داغ داغ بشنویم، آهنگ عاشق از سینه پارسیان. من همین یه ساعت پیش نقد یه پیرزن مرده رو گذاشتم توی پیج، بعد تو هایدوارش بودم چرا مثلا آشیل نیومده، یهو دیدم اومده، سریع ردش کردم که آهنگ رو نشنوم. نمیدونم تا حالا واسه یه آهنگ اینقدر ذوق نداشتم که بشنومش. نه اینکه مثلا بگیم آهنگ خیلی خفنیه چون من نشنیدمش، نمیدونم چجوریه، ولی سینه پارسیان الان بکنم 4 تا آهنگش پشت سر هم از نظر من از لحاظ فنی دارم هی بررسی میکنم، خیلی داره قوی کار میکنه. اصلا واسه همین واسه این آهنگش یکم عجله دارم که بشنوم و گفتم که بهتره با شما بشنوم. قبل از اینکه بشنویم لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک و کامنت برای دوستاتون بفرستین. یه نکته، من هرچی گشتم آشیل یعنی چی متوجه نشدم. ظاهراً یکی از قهرمانهای اساطیری یونانه، در این حد فهمیدم، یعنی معنی بیشتری ازش توی گوگل حداقل من سرچ کردم، توی 3-4 تا سایت رفتم نبود. بشنویم و ببینیم چجوریه. و یه نکته دیگه قبل از اینکه پلی کنم اینو بگم، اینکه مثلا میگین آهنگ رو پاس کن و بعد در موردش صحبت کن، یه مشکلی وجود داره. فرمت پیشگوش یه جوریه که شاید مثلا در روز بخوایم 2-3 تا آهنگ رو حتی پیشگوش کنیم، خب، و این برای من توی خروجی گرفتنش یکم مشکل ایجاد میکنه. پس چی کار کردم؟ من این خروجی ها رو با گوشیم میگیرم و وقتی با گوشیم میگیرم قابلیت پاس کردن نداره وقتی یه آهنگ رو پخش میکنیم، چون الان من با هدستم دارم گوش میکنم، خب صدا توی فیلم نمیاد و بعدش من صدا رو مونتاژ میکنم و اینکه بخوام صدا رو مثلا هر لحظه قطع و وصل کنم، دوباره مثلا بدونم از کجا شروع کردم صحبت کردم، یکم زمان بیشتری میبره و توی تولید پیشگوش وقفه میندازه که من نمیخوام این اتفاق بیفته. برای نقدا من دیدین که خوب کامل وقت میذارم، حتی 2-3 روزم وقت میذارم، ولی واسه پیشگوش یکم من میدونم یکم سخته، ولی درستش میکنیم. یه راه حل براش پیدا کنم که سریع بتونم رندر بگیرم، اونم اوکیش میکنم. دمتون گرم که همراهین. آهنگ آشیل از سینه پارسیان رو بشنویم، ببینیم چند چندی یه دوسه ساورت گشتن آسادن آنوی یه روز سوان آمد حق سیلیش برعکس بود. یاد آهنگای مثلا دقیقه جری میفتیم. منم آن تیزی کندی که نبری تو را، با تو هم ترس پس گردن اسماعیلم، پیش هر کس که نشستی بد ما را گفتی، چه روها مگر من پدر قابیلم. یه رو قهرمان سازی سینم را سپرت کردم و این شد مزدم. باری کرده پرستو مستطین کفن آلود زمین شد مزدم. مستطین کفن، وای بر من که اگر عشق سلاحم باشد. قشنگو وارد جنگ صلیبی شدم با ایلم، با ایلم فهمیدم آشیلی هست. گریزی ز من و قافلی از سینه من، خشت خامی که نیفتاد در آینه من. به چه میمانم اگر دور بگیری بروی؟ هند مغموم پر از مغبره های فیلم. خودم ها
فازش عوض شد. گفته بودی همگان در طلب روی تو فاز چاوشی گرفت، همگان شیفته قمزه آهوی تو نوبتی بود اگر نوبت من بود دیگر بر سر جای خودش بود اگر زنبیلم ایوه زنبیلی یاد باشه سرم آه درست است ولی این همه سال گذشته است نمیدانم تو نقطه قوتی یا پاشنه آشیلم پاش آشیل قطعش کنم. خیلی باحال بود، یعنی عنوان یک کار ریتمیک اصلا عوض شد، من رو دگرگون کرد. یه دقیقه بچه‌ها هستی من ببینم پاشناشی یعنی چی، یه لحظه سرش بکنم. خیلی باحال بود، هم ریتمش هم شعرش اصلا در حد دیگه مولانا داره شعر میگه. سینا فارسیان چه خبرتونه، چه خبرتونه. پاشنه آشید دلالت بر ضعفی علی رقم سلامت و قدرت عمومی داره که میتواند منجر به زوال شود. گرچه ریشه اساطیری اشاره به آسیب پذیری فیزیکی دارد، اما در استعارات کنونی میتواند هر خصلتی که منجر به شکست شود تأمین داده شود. چی؟ تاندون آشیل قوی ترین و بلندترین تاندون در پای انسان است. آها فهمیدم که مثلا میگن پاشنه آشیل خیلی بالیه، یعنی چی میگن توی شاهنامه فردوسی فکر کنم یه چیزی خونده بودم ازش که مثلا میگن اگر اونجا رو از بین بره یه ضربه‌ای بخوره یه چیزی بشه یه حالت نقطه ثقله. خب مثلا اگه اون بهش آسیبی برسه کل چی میگن کن پیکون میشی. ولی اول اینکه شعرش خیلی خفن بود انصافا، حالا جدا از هر چیزی، یعنی من اولش بکنم چاوشیه، تو فاز چاوشی بود، هم ترانه هم تنظیم خیلی اصلا سوژه پردازی چجوری نابه عقل جن نمیرسه، چجوری به فکرت میرسه های پارسیان. و این که سینا پارسیان نه اسمش چی بود؟ محمد عباسی عجب تنظیم زد انصافا.
من نمیدونم شما با چی گوش میدین، من با هدفون گوش میکنم قشنگ کیک و بیس بود که تو گوشم داشت بمبارون میکرد و پرستو هم خیلی خوب بود، یکم صداش حالت زیر بودن گرفته بود، یکم شاید تیز بود، ولی توی ادامهش اوکی کرد خودشو. من انصافا خوش آمد. توی استوری گذاشتم امشب که امیدوارم آشید افتضاح باشه، ولی افتضاح نبود و من ضایع شدم. اصلا آشیل منو دیوانه کرد، خیلی چیز خفنی بود اصلا. بچه من با سینه پارسیان به خدا دوست نیستم، من با ایمین دوستم. بعدا نگی اصلا سینه پارسیان فقط با هم یه حرف نزدیم، فقط مثلا بعضی وقتا نقلش کردم توی استوری تک کردم یه قرف استده. رابطه ما در این حده. با محمد عباسی یه بار صحبت کردم همین بکنم 10 دقیقه رو پیش، قبلا اونم در حد قلب بود. حالا فکر نکنید چون مثلا یه صحبتی کردیم من تأثیر برای من داره، حالا من مثلا باشون صحبت بکنم شاخم نه. من آهنگ ایمین ساخته بود، ترانه آهنگ، بعد نقدش یاده بودم بهش 4-5 داده بودم، اینجوری نگیم. ولی دمت گرم آقای سینه پارسیان، واقعا عالی بود، حال کردم. سایت مصدام رو سر موسیقی ایران. تا باشد تا با چی؟ تا با چنین بادا، تا باش چنین بادا، یه همچی چیزی. ولی خیلی خوب بود، من انصافا خوشم اومد. خیلی وقتی هم بود ریتمیک نخونده بود، فکر کنم آخرین ریتمیکی که خونده بود بین بد و بدتر بود، ریتمیک 6 و 8 دارم میگم ها، این ها ریتمیک شاید چیزم حساب بکنید اسمش چیه، همون بهتر که رفتی هم شاید شما ریتمیک حساب کنید، ولی ریتمیک 6 و 8 من بین بد و بدتر رو یادم میاد آخرین چیز. نه یادم میگم بعدش خونده بود، اسمش یادم نیست. حالا بگذاریم، باحال بود. آقا من این آهنگ گوش دادم دوباره، مسلماً خیلی بیشتر گوش میدم برای نقدش که آمادش کنم. نقد و بررسیش هم توی پیج اینستاگرام میذارم، اینجا فعلاً فقط پیش گوشا رو میذارم، موقعیتی نیست که واسه هر آهنگ نقد جداگانه توی یوتیوب هم بذاریم، و اینکه قوانین کپی رایت دهن ما رو سرویس کرد. دمتون گرم که نگاه کردین این ویدیو رو، خیلی خوشحالم که این آهنگ رو اینقدر زود پیش گوش کردم، قشنگ لذت بردم، تک تک سلولام حال کرد باش، برعکس آهنگ شب گرگا که واقعا باش حال نکردم. حالا توی ویدیو نمیدونم چرا گفتم باحال شده، ولی انصافا باش حال نکردم، خیلی رو مخ بود. دوباره نشنیدمش، همون یه باری که حال کردم زیاد، همون یه باری که گوش دادم زیاد جالب نبود. خب ما دیگه پیشگوش بعدی هم فکر کنم واسه یه چیز باشه، یا از آلبوم مجاز انتخاب میکنم، یا آهنگ صدام شاه نجفی که هنوز نشیدمش. دیشب یه دونه تیزر ازش دیدم، فکرم 10-20 ثانیه ازش شنیدم بعدش کردم که یکم بکر بمونم، اون 10-20 ثانیه هم هیچی نخون، موسیقی خالی بود. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، اگه دوست داشتین سابسکرایب رو بزنید، لایک کامنت و بفرستین برای دوستاتون. این سبک باحالی، من به زودی مسابقه و چالش توری هم را میندازم که شما هم بتونین شرکت بکنین و توی این ویدیو باشین، پس اینو برای دوستاتون بفرستین که اونا هم اگر دوست دارن پیشگوش بکنن و واکنششون نسبت به آهنگا بگن. دمتون گرم.